مینا خانی فعال حقوق بشر و فمینیست از برلین و فروغ کنانی پژوهشگر و جامعه شناس از فرانکفورت با ما هستم. با خانم کنانی شروع میکنم. خانم کنانی، قرار بر این بودش که سکولاریسم و تسامح و اینها مدارا داشته باشه، ولی چطور هستش که یک طرف حمله میکنه اینقدر به طرف دیگر؟ درود بر شما. ببینید، واقعیت اینه که من فکر میکنم شاید بخش عمده ای از این انتقادها شامل حال این میشد که در واقع یک بحث نوعی داره وارد فضای سیاسی و حتی ورزشی میشه. المپیک به هر حال یک اتفاق ساده نیست، یک اتفاقیه که اهمیتش رو حتی در فضای سیاسی جنگ های همین اروپا هم نشون داده. دقت کنید که تاریخچه این پدیده از کجا میاد، و حالا در واقع المپیک احتمالاً به خصوص در کشوری مثل فرانسه که خب سابقه ورود در واقع مفاهیم نو رو به جامعه و به فقط هم بحث جامعه نیست، به فضای سیاسی حتی داره الان سعی میکنه پیشرو باشه. این بحث جدید نیست، ولی من فکر میکنم در افتتاحیه المپیک 24 ما داریم اوج حضور در واقع مفاهیم نوعی مثل میدان دادن و آنچه که تحت عنوان کویرها یا جامعه LGBTQ+ میشناسیم رو میبینیم. چیزی که به قول معروف درسته که برای سکولاریسم باید یک قضیه کاملا نرمال باشه، یک بخشی از آزادی های فردی رو در واقع باید شامل بشه، منتها فکر میکنم یک بخش کانزرواتیو داره در برابر این مقاومت میکنه. من چک میکردم ببینم غالب انتقادها به کدوم سمت و سو بوده. بخش عظیمی از انتقادها همینطور که اشاره هم کردید برداشتی بوده که از این صحنه که الان هم بیرندگان دارن مشاهده میکنن شده، تعبیر شده که این شام آخره و فکر کردن که به سخره گرفتن در واقع باورهای مسیحی هست. باید دقت کنید که خب به هر حال مذهب درسته که برای خیلی ها یک پدیده تمام شده است و کسی دل خوشی ازش نداره، مثلا من فکر میکنم در سکولاریسم شاید بد نباشه اصلا وارد این بحث نشیم، به خصوص در یک پدیده مثل المپیک شاید هیچ محلی نباشه برای اینکه مذهبی رو مسخره کنیم. مگر بخوایم مسیحیت رو مسخره کنیم، باید یهودیت رو مسخره کنیم، باید اسلام رو هم مسخره کنیم، باید بودایی ها رو هم مسخره کنیم. فکر میکنم این شاید بخش از این انتقادات وارد این بحث میشه که اصلا چرا باب مسخره کردن یا در واقع برداشت تبسخرآمیز از این قضیه باشه. منتها خب دیدید که دایرکتور المپیک اومد، آقای جولی اومد و اصلا این پدیده رو رفت. خب ما برداشتمون از یک الهه ای بوده که خشونت بین انسان ها رو همیشه مورد انتقاد قرار داده و ما در واقع چون این یه جورایی به الهه رود سن هم معروف بوده، ما در واقع خواستیم اون رو نشون بدیم. سخنگوشون هم که اصلا در یک کنفرانس خبری بلافاصله عذرخواهی کرد. اما با این همه من فکر میکنم این نگاه متفاوت به این قضیه در این تصاویر، مثلا خانومی که اصطلاحاً اوورسایز بود یا کسانی که حالا ما تحت عنوان کویرها میشناسیم حضور پررنگ در این صحنه داشتن و بخشی از اعتقادا آقای فرتون به این بود که خب مگه ما در جامعهمون این نسبت رو داریم؟ یعنی مگه در یک میز اگر ما در جمع دوستامون بشینیم مگه ما اینقدر کویر داریم؟ به هر حال یک شعری، یک نسبتی بین افراد غیر کویر و افراد کویر وجود داره که در این المپیک خیلی معتقد بودن این رعایت نشد. من فکر میکنم بخش عظیمی به این دو انتقاد پرداخته شده بود، یک بخش مذهب که میگفتن اصلا نباید پروبوک کنین، به خصوص که خود کلیسای کاتولیک در مورد بحث LGBTQ ها خیلی کوتاه اومده نسبتا با اون چیزی که فکر میکردن بهتر عمل کرده، و برای این چرا دوباره به قول معروف آب رو در لانه مورچه مذهب بخوایم بریزیم. و بخش دیگر هم معتقد بودن که این شعر رعایت نشده و من غالب در واقع بخش زیبایی شناختش هم بود که خب یه بخش سلیقه‌ای یا یکی به معتقد زیباست یکی معتقد زیبا نیست، اون به نظر من خیلی اهمیتی نداره، به نظر یکی میتونه خوب باشه به نظر یکی میتونه بد باشه. اما این دو بحث من میدیدم که غالب در واقع انتقادها رو به سمت این سرمونی، به سمت این افتتاحیه روان میکرد. خانم خانی، چقدر این انتقادها به نظر شما به جا هست؟ از نظر شخصی من با سلام شما بینندگانتون واقعا به جا نیست، مخصوصا اگر ما در واقع یه مقدار به فرانسه و اینکه فرانسه رو چی میسازه، ارزش های فرانسوی چیا هستن، لایسیته یکیشه، یعنی اونا در مورد سکولاریسم صحبت نمیکنن، فرانسوی ها در مورد لایسیته صحبت میکنن، در مورد برابری صحبت میکنن. برابری هم منظورشون برابری تعداد آدم ها نسبت ها نیست. اولا که ما نسبت های یعنی دقیقی نداریم به خاطر اینکه جامعه کویر همیشه تحت ستم بوده و به حاشیه رانده شده، و بعدم بعضی اوقات این در واقع عوض کردن صحنه که شما در خیلی صحنه های جهانی میبینید که خیلی تصاویر دیگر جنسگرا محور هستن، اونجا بحث نسبت مطرح معمولا نیست، ولی وقتی شما
تصاویر یه مقدار مخالف هنجارهای مخصوصا مذهبی و ناسیونالیستی رو در واقع میارین توی فضا، همیشه بحث نسبت و غیر و غیر مطرح میشه. من راست رو بخواید اینجور تحلیل هایی که مهمان عزیز برنامه‌تون دارن که خیلی تحلیل خونسایی هستن، راستن خودم به شخصه متوجه نمیشم. من فکر میکنم که اگر ما در لحظه‌ای که به شارلی ابدو حمله شد فکر کردیم و گفتیم و خیلی ها گفتن، خیلی ایرانی ها گفتن که در واقع کنار شارلی ابدو میستن به خاطر اینکه اونها این حق آزادی بیان بی نهایت رو باید داشته باشن که بتونن به گروه های اسلامگرایان افراطی در قالب طنز، در قالب هنر حمله بخوانیم. شارلی ابدو یه نشریه خصوصی است، میشه باش با رویکردش مخالف بود ولی در کنارش ایستاد و از آزادی بیانش دفاع کرد. المپیک یک مراسم جهانی است که تمام کشورها شرکت دارن و در این تصویری که دیدیم، یعنی کمتر کسی اگر یکی از تابلوهای شام آخر رو دیده باشه تصور نمی‌کنه که این اشاره به اون هست. و من میدونم شما هم میدید مثلا همچین شوخی رو با مسلمانان یا یهودیان یا حتی با دیگر باشان نمی‌کنن در مراسم این چنینی. چرا فکر می‌کنید که باید چنین حجمی از تمسخر یا شوخی رو مسیحیان بپذیرن؟ من نمیگم مسیحیان باید بپذیرن، من میگم همه باید بپذیرن و من نمیام نسبت نقدم رو تغییر بدم چون یه عده دیگه، یا نمیام موضع خودم رو تغییر بدم چون یه عده کمتر میپذیرن یا یه عده بیشتر میپذیرن. یا اگر به آزادی در واقع بی نهایت هنر، یا برای اینکه این چیزی که ما دیدیم که ورزش نبود، این هنر بود، این شکلی از خیلی از برنامه‌های ورزشی جهانی هم با در واقع هنر شروع میشن، نم چیز جدیدی نیست، با موسیقی شروع میشن، با هنر شروع میشن و فرانسه و فرهنگ فرانسوی اصرار می‌ورزه، کلا کسانی که در رابطه با فرهنگ و هنر فرانسوی کار میکنن اصرار می‌ورزن برای اینکه این آوانگارد بودن خودشون رو به دنیا نشون بدن، حتی نه فقط در نسبت با موقعیت جهانی بلکه در نسبت با موقعیت در واقع توی اروپا، حتی اونا خودشون رو به نحوی آوانگاردتر از بسیاری از اروپایی‌ها می‌دونن، مثلا در نسبت با آلمانیا اونا رو آره آدم آوانگاردی به نظر فقط شجاعتش در مورد مسیحیان. واقعا فکر می‌کنید چنین کاری رو مثلا با نمادهای مذهبی مسلمانان می‌کردن؟ برنامه شما اجازه داره حرفش رو کامل بکنه و چرا من وسط حرفم دائم چیز میشه، یعنی این نسبت زمانی رو اگه بشه رعایت بکنیم، ولی مشکلی هم من ندارم. مسئله اینه که ببینید ما در واقع دنبال چی هستیم. اگر دنبال این هستیم که ببریم دنیا رو به سطح این که هر چقدر از تعصب بیشتر دوری بکنه، حالا این تعصب در واقع مذهبی هست، این تعصب ناسیونالیستی هست، این هر نوع تعصبی هست که به آدم‌ها اجازه میده به خودشون اجازه بدن که دیگران رو تحقیر بکنن، تمسخر بکنن، در واقع باید یه مقدار نگاه بکنیم که این در واقع حملات به این نوع اجرای المپیک از کدوم جناح شروع شد. همجان گفته شد بیشتر از جناح کانزرواتیو و راست و مسیحیایی که در واقع یه مقداری افراطی تر هستن. من فکر نمی‌کنم که اینجا باید در مقایسه این قرار بگیرم که چرا این شوخی رو مثلا با مسلمان نکردن. اگر با مسلمان ها میکردن و چنین حملاتی بهشون میشد، من باز هم همین موضع رو داشتم. خانم کنانی شما چه فکر میکنید؟ اینکه با این شوخی باید آزاد میبود. حالا خانم خانی دارن اشاره میکنن که در این مورد خاص خب با مسلمانان شوخی نکردن، اما اگر با مسلمانان یا هر گروه دیگری هم شوخی میکردن اشکالی نداشت، بخشی از هنر هست و کاری آوانگارد. با مسلمانان شوخی نمیکنه، این انگار یک پیوند دائمی شده بین حالا این گروه های به قول معروف چپ و مسلمان. البته نه هر چپی، این رو من همینجا اصرار دارم که بهش تاکید کنم، ولی خب دیگه یک چیز پنهانی نیست که یک بخشی از جامعه انگوش به دهان متحیر و ناراحت از اینکه به هر حال از چپ یک انتظاراتی میره، به هر حال به قول معروف اینا قراره که بیان و طرحی نو براندازن، منتها در یک پیوند عجیبی با چیزی که حالا بگذاریم، یک بحث مفصله که در واقع از اون مکتب فرانکفورت میاد، من نمیخوام وارد تاریخچش بشم، منتها من فکر میکنم این اتفاق هرگز در مورد مسلمان ها نمیفته، اتفاقا برعکس به المان های اسلامی خیلی خوب بها داده میشه، به زنانی که حجاب دارن به هر دلیلی حجاب رو انتخاب کردن بالو پر داده میشه، ازشون حمایت میشه و حتی در المپیک هم شما ببینید. ولی خانم کنانی میدونید در فرانسه اینطور نیست واقعا. همین الان میدونیم که بعضی از ورزشکاران فرانسوی چقدر چالش های گسترده‌ای داشتن برای حضور با حجاب در این بازی ها. در خیلی از مناطق فرانسه شما نمیتونید اصلا با حجاب وارد بشید اگر فضای دولتی باشه. اینطوری هم نیستش که خیلی کارت سبز کاملی دارن مسلمانان در فرانسه.
در فرانسه نیست، اتفاقا جمله بعدیم همین بود، در بقیه واسه همین گفتم در بقیه اروپا شاید بجز فرانسه شما این رو متاسفانه حالا یا خوشبختانه میبینید. منتها ببینید من به شخصه فکر میکنم حمله کردن اصولا محکومه. یه جمله خوبی خانم خانی الان گفتن، گفتن در گروه های ناسیونالیستی که به خودشون اجازه میدن دیگران رو مسخره کنن، خب به گروه چپم اگر خودشو مسخره کنه، به گروه راستم اگر بخواد دیگران رو مسخره کنه یا هر دستی رو مسخره کنه، همین انتقاد با کلا من فکر میکنم کار یک در واقع فعال اجتماعی، یک فعال سیاسی اینه که از یک حقی دفاع کنه. طبیعتاً دفاع از حق کسانی که سرکوب شدن، چون این سرکوب توسط کسانی صورت میگیره، ممکنه باعث ناراحتی سرکوبگرها بشه، این یک پدیده واقعیه. منتها وقتی دیگه از ناراحت کردن سرکوبگر میگذره و یک جمعی رو ناراحت میکنه، کلا نشون میده که شاید واقعا مسخره کردن در بینه و نه فقط دفاع از حق. به شخص من رو ناراحت نمیکنه، یعنی من فکر میکنم خیلی از افرادی که حالا به قولی خودشون رو لیبرال میدونن، سکولار میدونن، این حق رو قائلن، که همون که در مورد شارلی هبدو مثال درستی بود، خب مسخره کنن، اصلا چه اهمیتی داره، عقاید که محترم نیستن، حقوق آدم ها برای باور به اون عقایدی که باید بهش احترام گذاشته بشه و خب طبیعتا اشخاص. منتها من فکر میکنم در یک فضای ورزشی، در یک فضایی که یک اهمیت سیاسی اجتماعی فوق العاده ای داره، شما ببینید چه ترنوور ایجاد میکنه در فضای اجتماعی، اصلا میتونه واقعا یک توقفی حتی در فضای جنگی ایجاد کنه، کما اینکه در تاریخش این کار رو کرده و میتونه پیام‌آور صلح باشه و دوستی. چرا پرووک کردن مذهب اصلا این چه فایده ای داره؟ اما من به شخصه فکر میکنم حالا که اومدن توضیح دادن که اصلا این هیچ ربطی به مذهب نداره، همچنان برای من این جای سواله که پس چرا سخنگوشون عذرخواهی کرد، پس چرا تایید کرد که بله این یک در واقع نگاهی به تابلوی شام آخر بوده. اما واقعیتش اینه که یک سوال دیگه هم ایجاد میشه، حالا برفرض که این یک نگاهی به تابلوی شام آخر هم بوده، چرا اگر کویرها تابلوی شام آخر رو تداعی کنن باید اصلا توهین‌آمیز باشه؟ مگه چه اشکالی در این قضیه وجود داره؟ یعنی در واقع این سوال به نظر من یک سوال درست انسانی و اخلاقی که حالا اگر یک کویری بیاد در واقع نقش مسیح رو در این فضای اجتماعی، در این فضای هنری به عهده بگیره، چرا اصلا باید برای عده توهین‌آمیز باشه؟ من این سوال رو سوال ولید و درستی میدونم و خودم هم به این در واقع انتقاد معترفم که مگه چه ایرادی داره. اما فکر میکنم بیشتر این اگزوتیک بودن خانم کنری در خلا زندگی نمیکنیم، برای اینکه میدونیم کلیسای کاتولیک، بخش بزرگی از کلیسای کاتولیک تا همین الان هم در مقابل کویرها، در مقابل دگرباشان جنسی، در مقابل هر نوع رویکرد جنسی که متفاوت است با اون تصویری که در جریان اصلی مسیحیت وجود داره، مقابله کردن، مبارزه کردن، در بسیاری موارد سرکوب کردن، طبیعیه که در تناقض باشن با هم. بله، اما این انتقادها فقط از کلیسا نبود، اون بخشی که از طرف کلیسا وارد شده من میفهمم و گفتم، چون احساس میکنم که کلیسا در واقع خیلی سعی کرده در این بحث مدارا کنه به قول خودشون، خب شاید بهتر باشه که فعلا آب به لانه مذهبشون ریخته نشه. اما دو بحث کلی مطرحه، یک، آیا با تمام مذاهب میشه این شوخی رو کرد یا فقط این مسیحیت هستش که گوشت قربانی دم گله این قضیه از هر جایی که کم بیاد، در مورد مسیحیت نمیشه، یعنی کلا یک در مورد یهودیت نمیشه، در مورد اسلام نمیشه، در مورد یک سری مذاهب والا اگر مثلا ما بخوایم مثلا به مذاهب آسیای شرقی اضافه کنیم، کی اصلا تالا راجبشون حرف زده؟ ممکنه در یک فضای خصوصی یا در یک فیلم، اما هرگز در این سطح کلان نمیشه. بنابراین من فکر میکنم اینجا یک سوالی که مطرح اینه که خب اصلا پس چرا شروع میکنید این کار رو؟ اگر بخواد به صورت پینگ پونگی این قضیه ادامه پیدا کنه، واقعا ما دوباره میخوایم شاهد جنگ صلیبی باشیم بین کسانی که باورمندن؟ و من کلا با این تمسخر موافق نیستم، معتقد نیستم که باید شروعش کنیم. اما فکر میکنم همچنان از کسانی غیر از فضای مذهبی کلیسایی آدم انتظار نداره که با دیدن کویرها به هر حال از جا در برن دیگه. به هر حال درسته که من معتقدم زمینی که باید یک نگاه انسانی به حضور اونها در تمام صحنه ها داشته باشین، انسان انسانه، چه فرقی میکنه با چه ظاهر، که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم آدم ها رو حذف یا در واقع وارد یک فضای اجتماعی یا سیاسی بکنیم. اما در این حال من فکر میکنم بخشی از این انتقادها که خب من در فضای غیر مذهبی هم بسیار میدیدم به این بود که این نسبتی که اینها در واقع پروموت میشن به قول خودشون، من دارم نقل به مضمون میکنم، اون نسبت واقعی که در جامعه وجود داره نیست. یعنی شما به هر حال در اروپای آزاد هم با سر همین آلمان برای مثال یک مثال خیلی خوب هست، از یک تقریبا جامعه نسبتا آزاد به جامعه LGBTQ حداقل برای اونها نسبتا تاکید میکنم
ما هنوز باید از کلمه نسبتا استفاده کنیم، ولی این شعر رو شما نمیبینید. این درصدی که نمود پیدا میکنه در سوشال مدیا، در مدیا، در مثلا خب یه جایی هستی که خانم بکنه، شما به تئاتر هم که میرید همه خوش صدا هستن، متوسط جامعه که همه خوش صدا نیستن. وقتی یک شو هنریه میشه فهمید که الزاما نمایانگر تمام جامعه نباشه. حالا بذارید چون فرصتمون خیلی کمه سراغ خانم خانی هم دوباره برم. خانم خانی، با فرض اینکه مثلا یک همچین مراسم مشابهی بود و مبلغ مثلا خانواده هسته‌ای بود، یا اصلا نمادهای فمینیسم و دگرباشان رو مثلا مسخره میکرد، باز هم شما به اون نکته هنری بودنش و آزادی بود آزاد بودنش معتقد بودید؟ تا جایی که به خشونت در واقع با استولید خشونت دامن نزنه، به نظر من هر نوعی از ابراز بیان حق و به صورت واقعا مطلق باید ازش دفاع کرد. میفهمم چرا شما این سوال رو میپرسین، چون من یک فمینیست هستم، چون من خودم یک کویر هستم. اما ببینید مسئله این اینجا مقایسه هایی میشه که به نظر من بعضی از این مقایسه ها، این مقایسه خاصا نمیگم، به طور کلی این مقایسه ها نسبتی با هم ندارن. مثلا در مورد تمسخر یا نقد یهودیت، ببینید اولا که فرانسه یکی از آزادترین جاهاست، حتی در همین مورد هم همون نشریه شارلی ابدو نمونه های بسیار شدیدی داره از حمله به در واقع یهودیت که از قضا بعضی اوقات هم آنتیسمیتیستی برداشت شده. اما چیزی که هست، یهودیان فقط یک مذهب نیستن، اونا یک مسئله خاص یهود در جهان وجود داره و اونا مذهب و ملیتشون با هم یکی بوده در طول تاریخ بشر. بارها و بارها تلاش شده برای نسل‌کشیشون و این که یه انگاره‌های ضد یهودی همواره در واقع این احساس رو ایجاد میکنه که اینا پیوند میخورن به اون تاریخ نسل‌کشی. ما بعضی اوقات باید برخی بیش خاصی‌های تاریخی رو به رسمیت بشناسیم و اینو مقایسه کردن با اسلام‌گرایان افراطی رو من به شخص خیلی درست نمیدونم. اینم خارج از مسئله دولت هاست. مثلا شما میتونید شدیدترین نقدها رو به دولت اسرائیل داشته باشین که من دارم، ولی مقایسه کردن مسئله یهود با مسئله در واقع اسلام با همدیگه به نظر من اصلا مقایسه معل فارغه. در اینجا یک چیزی هست که من فکر میکنم ما وقتی به مسئله این که چجوری کشورهای دموکراتیک تر به ارزش‌های دموکراتیک رسیدن باید روش صحبت بکنیم. بسیاری از افراد جامعه ما فکر میکنن که دموکراسی یعنی دیکتاتوری اکثریت، یعنی اکثریت هرچی بگه، یعنی اون بخشی که صداش بلندتره هرچی بگه، یعنی اون بخشی که عصبانی تر میشه عربده میکشه هرچی بگه. خیر، دموکراسی های غربی که حالا ما داریم بیشترین دستاوردها را ازشون استفاده میکنیم دارن روی حقوق اقلیت ها پافشاری میکنن و از اساس یک پیوند جدی وجود داره بین ضمانتی که در واقع دموکراسی اکثریتی میده به اقلیت‌ها برای رعایت حقوقشون. و فرانسه این تاریخ رو داره، هنرش این تاریخ رو داره، فرهنگش این تاریخ رو داره، فلسفهش این تاریخ رو داره که تحریک میکنه که بحثی ایجاد کنه و در دل اون بحث خیلی اتفاقا میفته، یعنی یک دینامیکی به فضا اضافه میکنه. ضمناً در عذرخواهی که بهش ارجاع داده میشه، اونها نگفتن ما از برگزاری عذرخواهی میکنیم، اونها گفتن ما قصد تشویق تسامح و تساهل رو داشتیم و در واقع قصد تبلیغ تنوع. من به طور ضمنی اینو ازش میفهمم. اما اگر کسی ناراحت شده، we are sorry، ما ناراحت هستیم، متاسف هستیم از اینکه ناراحت شدیم. این یه مقداری با اون نوع از عذرخواهی که بگین اصلا اومدن گفتن ما اشتباه کردیم و اینا خیلی فرق میکنه. ولی به طور کلی من فکر میکنم اون چیزی که باید اینجا در مورد سوال بشه اینه که اون محتوایی که تولید میشه آیا به کسی ضربه میزنه؟ آیا به کسی خشونت میکنه؟ از با دیدن جامعه کویر که من لفظ دیگر باشم برش استفاده نمی کنم چون ما دیگری نیستیم، از دیدن جامعه کویر یا از دیدن افرادی که در واقع سایز بدنشون سایز هنجارهای اجتماعی رو با تولید نمی کنه چه ضربه به چه کسی میرسه؟ این سوال اصلی. ممنونم از هر دو شما، مینا خانی فعال حقوق بشر و فمینیست از برلین و فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ما.